وحدت و نیروی شهرها باید با همشناسی میشین. در سال 1325 در مسابقات قهرمانی کشور پنیز من حسین خلیفه‌ام، لبنانی‌ام و دو سالی میشه که برای تحصیل به ایران اومدم. من تخم به دنیا اومدم. خیلی کوچیک بودم که به همراه خانواده‌ام به لبنان برگشتیم و هیچ خاطره از قم ندارم. وقتی به مدرسه رفتم، محل تولدم باعث کنجکاوی همکلاسی‌هام بود و مدام در موردش سوال می‌کردم. و من هم مجبور بودم تو تمام طول تحصیلم این جمله رو تکرار کنم که پدرم روحانیه و خانواده‌ام به خاطر دوران طلبگی پدرم اون سالها تقم ساکن بودن. روحانی بودن پدرم باعث شد که مساجد زیادی باهاش ببینم و تو عوالم کودکی دوست داشتم وقتی بزرگ شدم معمار بشم و یه مسجد خیلی بزرگ برای روستامون بسازم. سالها گذشت و محل تولدم دیگه برای همکلاسی هام جذابیت نداشت و من هم آرزوهای کودکیمو کم کم فراموش میکردم. به خاطر علاقه پدرم وارد دانشگاه برق شدم و سال اول رو هم با نمرات نسبتا خوبی پشت سر گذاشتم. ولی با دیدن یه سریال تمام مسیر زندگی من عوض شد. تا که به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. تمام اشتیاقم برای معمار شدن دوباره زنده شده بود. علی‌رغم مخالفت‌های خانواده‌ام رشته برق رو رها کردم و با تلاش زیادی تونستم تنها سهمیه رشته معماری دانشگاه ایران رو به دست بیارم و به سرزمینی که همیشه همراهم هم بوده برگردم. امروز حتما یکم حالا خواهش می‌کنم اونایی که یعنی هم پیشرفت هم من یه نقطه آغاز هست داره یا جهش یعنی یه چیزی تعریف بشه. من دست ندارم. جناب آقای خلیفه از خوششانسی من پنجره اتاقم رو به مسجد باز میشه. وقتی پوستر فراخون مقاله شیخ بهایی رو تو حیات دانشگاه دیدم با خودم گفتم این بهترین فرصتی که میتونم دین خودم و به شخصی که بهترین راهنمای زندگیم بوده ادا کنم. نمیدونم چرا تمام اشتیاقم برای سفر به اصفهان داره کم کم تبدیل میشه به ترس. نه اینکه از تنهایی در ایران سفر کردم میترسم، نه میترسم آنجور که باید و شاید از پس کار بر نیام و نتونم مقاله در شأن مقام شیخ بهایی بنویسم. با دیدن سیاسه پول قوت قلبی میگیرم. احساس میکنم زمان مفهوم خودش رو از دست داده
و اگه کوچه های قدیمی اصفهان رو خوب بگردم میتونم شیخ بهایی رو ببینم که طرح و نقشه به دست داره یه مسجد یا مدرسه یا یه امارت منحصر به فرد رو میسازه. منم کوچه وای میسم و مثل جهان کردان این موقع که از ساختمان ها و مردم نقاشی میکردن عکاسی میکنم. جهان کردان زیادی به اصفهان سفر کردم. اونها از گوشه گوشه دنیا رنج سفر به جان می خریدند تا به اصفهان برسند، به پایتخت امپراتوری صفوی. اولین کاری که میکنم این که به سراغ آقای انتخابی که از اصفهان شناسان میرم. درباره شیخ بهایی باید بگم که خیلی بیشتر از این که در متون دوره صفویه یا بعد از اون ما مطلب داشته باشیم، در خاطره جمعی مردم اصفهان مطالب خیلی زیادتری مونده است. واقعیت اینه که عصر زرین شهر اصفهان یا حتی بخش عمده سرزمین ایران مربوط به دوران صفوی است و به ویژه دوران شاه عباس اول، شاه عباس بزرگ که شیخ بهایی معاصر با او بوده است. و همین دلیل از اونجایی که حتی بعد از افول و سقوط اصفهان در دوره حمله افغان‌ها و بعد از اون در خاطره این مردم دوران با شکوه صفویه باقی میمونه و طبیعتاً شاید در بین داستان‌های عامه، داستان‌هایی که در بیان مردم باقی مونده تو ادبیات شفاهی ما، هیچ شاهی به اندازه شاه عباس حضور نداشته باشه. تو خیلی از این قصه‌های عامیانه شاه عباس به صورت درویشی شب‌ها توی شهر داره می‌گرده، با مردم صحبت می‌کنه و درد دل مردم رو می‌شنوه و بعد فردا وقتی که به رتق و فتق امور داره می‌پردازه، اون مسائل رو مد نظرش میگیره. تو از قدیم الایام توی داستان‌های ما وقتی که یک شاهی هست، معمولاً یک وزیری، یک حکیمی، یک کسی هم کنارش هست. یعنی یه شخصیتی دیگه هم از جبهه مردم یا از جناح مردم باید کنار شاه باشه و تو داستان‌های عامه ما شیخ بهایی معمولاً تو این داستان‌ها حضور داره. برای شناختن دوره تاریخی که شیخ بهایی در آن زندگی می‌کرده و تأثیراتی که شیخ بهایی بر اون دوره گذاشته، به میدان نقش جهان میرم و این سوالی که از آقای العسکری کارشناس میراث فرهنگی میپرسم. شیخ بهایی در کتب و بعضی از متون به عنوان طراح شهری که شاه عباس ارسلان خدمتتون زیاد کرده میدونن. البته ما به صورت مکتوب جایی نداریم که این اشاره شده باشه، تو بعضی کتاب معدود هست. در جای مسجد به دنبال ردپای از شیخ بهایی میگردم تا اینکه به یه سنگ مثلثی شکل در گوشه از حیاط مسجد میرسم. سنگ مثلثی شکلی که ساخته شدن اون منصوب به شیخ بهاییه. گفته شده این سنگ موقعی که هنگام اذان ظهر تشریف بیارید اینجا، یه سایه ای از لبه وتر این به پایین میفته از ساعت 11 الی 12 ظهر و تا نزدیک اذان ظهر به اینجا به نقطه یه صفر میرسه و دقیقاً وقت نماز ظهر رو به شما نشون میده. ویژگی مهمی که این داره این هست که
آقای شیخ بهایی اومده و ترین رو درست روبروی نصف و نهار قرار داده که از اصفهان میگذره. برای همین هست که در چهار فصل که زاویه تابش خورشید تغییر میکنه، ولی باز هم دقیق وقت نماز ظهر رو به شما نشون میده. یوجد فی هذه المدرسه حجر مثلث الشکل. موقعی که توضیحات شاهکار شیخ بهایی و به زبان مادری شیخ ترجمه میکردم، احساس میکردم بودن من تو این لحظه تو این مکان دلیل خاصی داره که علتش رو هنوز نمیفهمم. میان مردم میرم تو حرفای اونا رو درباره شیخ بهایی بشنوم. کل اطلاعات ما از پدرانمون میگفتن آقای شیخ بهایی یکی از معمارهای خیلی مهمی بوده است که هر کجا بهترین خیابون کشی و مثلا چهار راهی خیلی مهمی هست، اینا همشون مالی شیخ بهایی است. ایشون اصالتاً جبل عاملی بوده و حالا به چه شکلی اومده ایران و مونده اونشو زیاد من دیده. از گفته های ایشون متوجه شدم ساخته شدن سفید آب و به شیخ بهایی نسبت دادن. وقتی سوال کردم سفید آب چه نوع آبی و به چه مصرفی میاد، جواب دادن سفید آب وسیله‌ایه که در استحمام به کار میره. برای دریافت دلبستگی مردم اصفهان به شیخ بهایی کافی گوشهات رو یکمی تیز کنید تا آوازهایی که مردم اصفهان از اشعار شیخ بهایی میخونن و بشنوید. کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر مژه چون سی روانه خواهد به سر آید شبید را ده تو یانه ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه. دومین شبی که اینجا هم و تا چشم به هم بزنم وقتم تموم شده و باید برگردم. دامانه اطلاعاتی که به دست آوردم اونقدر گسترده شده که نمیتونم روی موضوعی خاصی تمرکز کنم و نمیدونم با این همه اطلاعات چیکار کنم. از بین تمام ساخته های شیخ بهایی من مسجد چهارباغ و حمام شیخ بهایی انتخاب میکنم. خوشبختانه تعداد زیادی نقاشی از مسجد چهارباغ که توسط جان کردان ترسیم شده را میتونم به دست بیارم. موضوعی که برام جای تعجب داره تعداد زیادی نقاشی هایی که از مسجد چهارباغ کشیده شده. انگار این مسجد بیشتر از بناهای دیگه اصفهان مورد توجه اونها بوده. م-
مسجد در خیابان چارباغ واقع شده، ولی هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم که بدونم نام مسجد را از خیابان وام گرفتند یا خیابان را از نام مسجد. ساخته شدن این مسجد داستان جالبی داره. میگن زمین چارباغ لجنزاری بوده که شیخ بهایی با ترفندی مسجد چارباغ رو روی آن بنا کرده. شیخ بهایی همراه آهکی که برای قوام زمین روی لجنزار میریخته سکه های طلایی هم به اون اضافه میکرده. مردم بیکاری که در خیابانهای اطراف زمین تماشاگر کارهای شیخ بودند، به طمع یافتن سکه های طلا زمین رو لکدمال میکردند. از مهمترین ویژگی های معماری مسجد ترکیب طبیعت و هنر معماری، استفاده از درختان چنار و سر در کنار جوی آبی که از وسط حیاط رد میشه به بنا روح معنوی خاصی اعطا کرده. شاید اگر فقر نبود و سکه های طلا و البته ترفند هوشمندانه شیخ بهایی، اینجا هنوز لجنزاری بیش نبود و نه من و نه هیچ جهانگرد دیگری موضوعی برای نقاشی کردن و عکاسی نداشتیم. این مسجد از ابتدا هم به عنوان مدرسه علوم دینی ساخته شده بود و اکنون هم طلاب زیادی در آن مشغول تحصیل هستند که به سراغ یکی از اونها میرن. شیخ بهایی خوب جز شاگردهای پدرش و علمای دیگر بود تا روش کرد جز علمای اسلام شدن و بعد از اونجا اومدن اصفهان به درخواست شاه عباس در دربار شاه عباس قرار گرفتن، جز علمای دربار قرار گرفتن و یکی از علمایی که فقه شیعه در از ایشون، یعنی رساله‌ای که ایشون نوشتن برای جهانش تشیع، اولین کس، یکی از علما شیخ بهایی بود. جناب شیخ بهایی برای برادرشون عبدالصمد چون یه نامه نوشته بودن درباره قواعد عربیه، الان صمدیه معروف هست، الان در حوزه‌های علمیه این خونده میشه. النحو علم به قوانین الفاظ العربه من حیث الاعراب والبناء. اگه از من سوال کنید که ایشون این متن عربی رو چطور میخونه، منم میگم به همین زیبایی که من فارسی رو صحبت میکنم. انه علم بقوانین الالفاظ العرب من حيث الاعراب والبناء وفائدته حفظ اللسان عن الخطا في المقال وموضوع الكلمه والكلام. روبروی مسجد چهارباغ خیابانی رو به نام شیخ بهایی نامگذاری کردند. این خیابان پر رفت و آمد محل کسب و کار بسیاری از مردم اصفهان که برخی از آنها مغازه هاشون رو به نام شیخ بهایی نامگذاری کرده اند. حموم شیخ بهایی در نزدیک مسجد جامع قدیمی اصفهان قرار داره. این حموم اکنون در حال بازسازی و هیچ بازدید کننده را به داخل راه نمیدن. ولی من تونستم از اینترنت تعداد عکس رو که از داخل حموم گرفته شده را به دست بیارم. معماری داخلی حموم ویژگی های معماری دوره صفوی را داره، ولی برای من جای تعجبی که با توجه به مقام و مرتبت شیخ بهایی این حمام از نظر اندازه کوچیک و هم از نظر تزیینات فاقد هر گونه ظرافت و سلیقه‌ای که شیخ بهایی در جاهای دیگر به کار برده. اما ویژگی‌ای که این حمام از دیگر حمام‌های دنیا متمایز می‌کنه گرم شدن مخزن آن توسط یک شمعه.
به سراغ همسایه های حمام میرم تا ببینم آنها درباره حمام چی میگن. اینجا استحانه مقابل گرم به شیخ بهاییه. اینجا مغازه پدری من نجاری بودست. من از 5 سالگی اینجا بردستی بابام بودم. شیخ بهاییشون به تمام علوم مسلط بودست، مثل جوان های دانشمندی امروزی که چی میدانند و فلان، با اون علم خودش این حمام روشن نگه میداشت. اونم توضیحاتی داره. شیخ بهایی آدمی شیعه بوده، شاعر بودن و با نداری هم زندگی کردن. بعد اون در کودکیش آدم کنجکاوی بوده، پی برده بود که مردابایی که در اونجا هست در منطقه لبنان وجود داره گازی متان تولید میکنه، ولی او رو به اسم گازی متان پی نبرده بودن. بعد وقتی میاد ایران یکی از شاهکارش حمام شیخ بهایی بود که درست کرد از فاضلابی حمام و پی برد که اینا گازی متان تولید میکنه و خزینه آب گرمی حمام شیخ بهایی را گرم کنش از این گازی اینجا وجود آورد. یه حمامی هم ساختند که چندین سال باشه مردم استفاده میکردن، ولی متاسفانه خراب کردن. احتمال میدن که یه وقت مثلا رگ‌هایی در زمینیشون پیدا کرده بوده که مثل آب گرم که تشریف بردن دیدن، از یک جاش آب گرم میان، از یک جاش آب سرد میان. احتمال دارید که اوشون این رگ این آبا این مخزنا از اونجا پیدا کرده باشن در اون مکان و این آب میرفته توی این به اصطلاح منبع که اونم دارن بازسازی میکنن و انشالله شاید هم الان بتونن مردم برن ببینن، ولی اون اصل مطلبش نیست، اون جمع کنندش نیست. در اینترنت با مطلبی برخوردم که گفته بود راز ساخته شدن حمام را پیدا کرده. اینجور که در این مطلب نوشته شده و با طرحی که ارائه کرده فقط نحوه روشن ماندن دائمیش هم رو توضیح داده. اما سوالی که ذهن منو به خودش مشغول کرده این که پس سوخت اصلی چی بوده؟ نحوه سوخت رسانه و عملکرد اون چگونه بود؟ و ده ها سوال دیگری که در این مطلب به آن اشاره نشده است. دنبال طرح و تصویر از حمام که از سالهای قبل به جا مونده میگشتم، اما چیزی پیدا نکردم. دوباره به سراغ آقای انتخابی میرم تا شاید تصویر از حمام که توسط جهان کردان کشیده شده رو به دست بیارم، اما با تصویر تازه که اصلا انتظارشو نداشتم روبرو شدم. من خیلی دنبال اسنادی گشتم که نشانی از این پیدا بکنم که واقعا این حمام با کیفیتی متفاوت وجود داشته و واقعا چیزی پیدا نکردم. باز این که میگم چیزی پیدا نکردم مفهومش این نیست که چیزی نیست، چون ما هنوز همه متون رو ندیدیم و نخوندیم، اما من واقعا در بین همه آثاری که خوندم در این مورد چیزی پیدا نکردم. از آقای انتخابی میخوام بیشتر در مورد این موضوع توضیح بده. در زمان شاه سلیمان صفوی و اواخر دوره شاه عباس دوم یه فردی به اصفهان اومده به نام انگلبرت کمفر. ببینید این وقتی که مثلا فرض میکنیم به دربار شاه اسماعیل میره، جایگاه همه آدم ها رو که کجا میشینه با دقت مینوشت. وقتی مثلا میره به یک مراسم عید قربان دقیقا مشخص کرده که دسته هایی که توی این عید قربان حرکت میکردن ده که جایگاه هر کدوم از اینها کجاست. گمانم اینه که اگر یک همچین حمامی با یک اینجور کیفیتی متفاوت که به هر حال اعجاب جهانیان را میتونست در اون زمان برانگیزه و سفرنامه‌نویسا براشون خیلی مهم بود که عجایب کشورهای دیگه رو منتقل بکنن، قطعا اون درباره چیز مینوشت. دوباره میپرسم، یعنی توی هیچ سفرنامه از حمام شیخ بهایی نوشته نشده است؟ 50 سال بعد از شیخ بهایی شاردن کوچه به کوچه و خونه به خونه این شهر رو میگرد و درباره همه خانه بزرگان، کوچه ها، محلات از جمله حمام ها صحبت میکرد. تنها جایی که نامی از حمام شیخ بهایی ما داریم توی این کتاب شاردن. کوچه شیخ بهایی مؤلف کتاب جامع عباسی که مختصری از فقه و شرایع دین است و قصر او نیز در آنجاست. در این کوچه 2 حمام است که بزرگتر آنها را حمام شیخ گویند و بعد از آن کوچه آقا شیر علی است. و هیچ صحبتی از شگفتی این حمام نمی‌کند.
یاد شعری میفتم که در سردر حمام نوشته شده: چون یکی از درون برون آید، صحت و عافیت بود تاریخ. این بیت شعر ماده تاریخ یا سندی که تاریخ ساخته شدن بنا را ثبت میکند. صحت و عافیت به حروف ابجد 1065، و چون یکی از درون برون آید، یعنی یکی از این عدد کس شود که میشود 1064، به عبارتی سال ساخته شدن حمام شیخ بهایی که با متوازی با سال وفات شیخ بهایی میشود 34 سال بعد از مرگ شیخ بهایی. به سرعت به هتل برمیگردم تا عکسای رو که از مسجد چهارباغ گرفتم دوباره با دقت ببینم تا شکی در میان نباشه. در مسجد ماده تاریخی نوشته نشده، ولی سال ساخته شدن رو دقیقاً نوشتند 1119. این یکی 86 سال بعد از مرگ شیخ بهایی ساخته شده، و یا شاید این تاریخ سال تکمیل مسجد باشه. اولین سوالی که وقتی مجسمه شیخ بهایی رو میبینم به ذهنم میرسه اینی که آیا این شخص واقعا شیخ بهاییه یا تصویری که سازندش دوست داشته شیخ بهایی داشته باشه؟ با پرسجوی بسیار تونستم آدرس محلی رو که دست نوشته های شیخ بهایی رو جمع آوری میکنن پیدا کنم، با امید اینکه اینجا بتونم جواب برای سوالهای بیشمارم پیدا کنم. که شیخ بهایی در واقع یکی از دانشمندان جامعه اطرافه، یعنی توی خیلی از زمینه ها آثاری ازش باقی مونده، در زمینه فقه، اصول، حدیث، تفسیر قرآن، تفسیر صحیفه سجادیه، شعر عربی، شعر فارسی، ازش آثاری مونده و خوشبختانه بعضی از آثاریشون به خط خودش هست، موجوده. اینها رو ما اینجا از کتابخونه های مختلف نسخه های خطیش رو تهیه کردیم. وقتی با دست خط شیخ رو برو شدم احساس آرامش کردم و فکر کردم بالاخره شیخ بهایی رو تونستم پیدا کنم. احساس میکردم شیخ بهایی تو صد صد این کتاب به دور از قیل و قالی که در اطرافش ساخته شده در حال عبادت کردنه. بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من أطلق الهداية شمس بالقوة وقمر الولاية ونصلي على قطب مدار اصطفايا وآله أهلة سماء الاهتداء ونسلم تسليما كثيرا. اعتراف میکنم معنی خیلی از اصطلاحات مذهبی که در کتاب نوشته شده رو نمیدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این تنها تصویری که از شیخ بهایی به جا مونده، تصویر مردی که روز تولدش روز اصفهان و روز معمار نامگذاری شده. شیخ بهایی در سال 953 هجری قمری در جنوب لبنان به دنیا آمد و در 13 سالگی به همراه پدرش به ایران مهاجرت. کی بود در راه عشق آسودگی؟